on this computer. Okay. خب. خب طبق معمول همیشه دوستان پلن درآمدی شرکت جنس رو از روی فایل پی دی افی که توی سایت خودتون میتونید در واقع دسترسی داشته باشید و از سمت خود جنس تهیه شده از روی اون میگیم که همیشه این منبع و مرجع بمونه. نکته اولی که توی پلن وجود داره این هست که 3 دسته مخاطب اون بیرون وجود داره و این خیلی مهم است برای مایی که چه میخوایم پلن رو یاد بگیریم، چون یکی از اهداف ما اینه که این پلن رو بعداً انتقال بدیم. کل نتورک مارکتینگ بر مبنای انتقالش هست، بر مبنای تکثیر هست. نتورک مارکتینگ زمانی موفق هست که تکثیر توش اتفاق میفته و یکی از اون مسائلی که مهم هست و ما باید در واقع رعایت بکنیم اینه که خوب آموزش ببینیم، آموزش ها رو تکرار بکنیم که آموزش ها رو بتونیم به بقیه بدیم و اونها تکرار بکنن و و و و. این نکته مهمی است. اما اولین نکته ای که از همه دوستانی که تو این جلسه حضور دارن خواهش میکنم که خوب تو ذهنشون بسپارن که بدونن مخاطبین ما 3 دسته هستن و زمانی که راجع به پلن داریم صحبت میکنیم 3 دسته هستن. 1 دسته از افراد با توجه به شرایطشون، ذهنیتشون، شرایطی که توش بزرگ شدن شاید یا موقعیتشون، بسته به اینها میتونه داشته باشه که کاری بهش نداریم، ولی 1 دسته از افراد صرفاً تحت عنوان customer sale اینجا هست. customer sales یعنی افرادی که یک بیزنس کوچولو میخوان درست بکنن. براشون چی جذابه اینا؟ برای اینکه یک بیزنس کوچیک خونگی داشته باشن، برای این به این هدف که چند صد دلار بیشتر در ماه درآمد داشته باشن. این اون چیزی که تو ذهنشون اگه یه نفری براش جواب پیدا بکنه یا بهشون بگه تو ذهنشون فلش میزنه، یعنی براشون جذابه، میگه میخوام. شما اگه برای این آدم از یک رهبر شدن صحبت بکنید، از اینکه یک کتاب بنویسید، از اینکه برید روی استیج و برای هزاران نفر صحبت بکنید و و و، شاید براش جالب نیست، شاید اصلا بترسه از اون، توی لیست اهدافش نیست، توی خودش نمیبینه و با تجربه موقعیتش، شرایطش، و این به هیچ وجه خوب بد نداره، یعنی اینکه این بهتره اون بدتره نیست، صرفا بعد شما شناسایی بکنید این فردی که دارید باهاش صحبت میکنید بذات کدوم دسته از این مخاطبین هست. افرادی که توی این دسته هستن جنس توی پلن درآمدیش براشون یه عالمه حرف داره و شما باید بدونید که این حرفا رو به این مخاطبین بزنید. دقیقا مثل اینکه شما با یک نفری که آلمانی بلده چینی صحبت بکنید و بهترین حرفا رو دارید میزنید، یه عالمه حرفای خوب دارید میزنید، بزرگترین رازها رو دارید بهش میگید، ولی اون متوجه نمیشه چون به زبون خودش حرف نمیزنه. بنابراین اگر مخاطبمون رو بشناسیم، حداقل اینی که توی 3 دسته بتونیم شناسایی کنیم، یعنی بدونیم فردی که داریم باهاش صحبت میکنیم تو کدوم یکی از این 3 دسته هست. حالا ممکنه تو همین دسته هم یه مقدار پیچیدگی باشه، ولی همین که 3 دسته رو بتونیم مشخص بکنیم توی دسته کاستومر سلز هست یا تیم بیلدینگ هست یا لیدرشپ، همین خیلی خیلی میتونه به ما کمک بکنه، چون که پیام‌های جنس برای این 3 دسته متفاوت هست. اما دسته اول که کاستومر سلز هست، کسانی که دنبال بیزنس کوچیک خونگی میگردن، کسانی که دنبال بیزنس کوچیک خونگی هستن قطعا از بیزنس های بزرگ شاید بترسن، شاید علاقه نداشته باشن، کلا از یه فضای دیگه ای هست. مثل فردی که شاید عاشق کارمندیه، من با این آدم ها بسیار زیاد سر کار داشتم، با اون فرد صحبت میکنید، رئیس اپل بودن با کارمندی مقایسه میکنه، دوست داره کارمنده باشه، میگه حوصله اون داستانا رو ندارم، براش یکم overwhelming هست، فشار داره رو ذهنش، بنابراین جزء اون چیزی که میخواد نیست. ولی کسی که تو اون ذهنیت باشه، یعنی دنبال چالش باشه، دنبال اون شهرت باشه، دنبال رهبری باشه، دنبال حرف زدن باشه، دنبال کتاب نوشتن باشه، دنبال اینکه خودشو نشون بده باشه، اون آدم قطعا اگه بهش بگی یه بیزنسی تو خونت انجام بدی 200 دلار درمیاری، زیاد علاقه بهش نداره. بنابراین دقت کنیم با افرادی که صحبت میکنیم جزء کدومی که از این دست مخاطبین ما هستن. بی دلیل نیست جنس راجع به جنس صحبت میکنیم، جنسی که از رهبران این صنعت توی دنیا هست و کارهایی رو که کرده هیچ شرکتی توی این صنعت نکرده. بنابراین هر چیزی که توی سلیقه‌ای که به خرج داده توی ارائه مطالبش و مطالبی رو که داده جدی بگیریم و بهش فکر بکنیم. یکی از اون کارهایی که کرده و این کارو تو چند سال اخیر اضافه کرد، تو چند وقت اخیر اضافه کرده به در واقع پرزنتیشنش، همین دستبندی است که برای شخص من خیلی جالب بود. یه افراد هستن که دنبال بیزنس کوچیک خونگی هستن، چند صد دلار و خرید فروش و در این حد. این افراد پلن 1 و 2 جنس براشون فوق‌العاده جذاب هست. پلن 1 و 2 جنس مگه چیه؟ شما زمانی که نماینده جنس میشید میتونید محصولات رو با قیمت نمایندگی تهیه بکنید و با قیمت فروش میتونید بفروشید.
خب افراد زیادی تو این زمینه شما میتونید مثال بزنید. مثلا تو خیلی از خانواده های ما شاید یا حالا اقوام ما کسانی هستن که حالا من کوچیک بودم یادمه که بعض از افراد خانواده ما میرفتن شهرهای مرزی، یادم یه سری مسافرت های متداول داشتن، اونجا سری اجناس رو میخریدن و وقتی برمیگشتن خدمتتون عرض کنم که اجناس خیلی ارزونی بود، اونا رو تو خونه ارائه میکردن، مثل شو خونگی من میفروختن. خب عیناً واسه اون فرد این تصویر معنی میده و اینو ما بارها مثالش رو تو زندگی افراد بزرگ دیدیم. وقتی میخوایم توضیح بدیم براشون باید به زبون خودش براش توضیح بدیم. برای این یکی از نکات مهم اینه که طرف رو آیدنتیفای بکنیم، طرف رو شناسایی بکنیم کجاست، تو کدوم یکی از این سه دسته است، چه کار داره میکنه. خب پلن یک و دو شرکت جنس، یکش اینه که شما یک در واقع قیمت نمایندگی دسترسی پیدا خواهید که بعد اینکه نماینده جنس شدید و حالا میتونید محصولات رو 30-45% بعضن خیلی بیشتر با تخفیف خرید بکنید. حالا شما چه اون آدمی هستید که میرفت شهرهای اطراف، شهرهای ارزون، شهرهای مرزی یا حالا بنادری که توی ایران مثلا مثالشو داریم خرید میکرد میومد تو شهر خودش میفروخت، چه تو اون فضا هستید، اینو خوب درک میکنه که یه حاشیه قیمت وجود داره، یک اختلاف قیمت وجود داره، شما میتونید روی این مانور بدید. خیلی رو خودمون نیاز هست کار بکنیم. کسانی که تو این جلسه به عنوان آموزش پلن دارن فکر میکنن، اینا تجربی هست که به وجود اومده، برای میتونید روی این بودش فکر بکنید. برای شخص من یه زمانی این خودش حذف شدنش، حذف کردنش سخت بود، ولی آروم آروم اتفاق افتاد. خیلی هستن که همه ذهنیتشون رو همین هست که آقا من یک بیزینس دارم که این بیزینس جنس رو ارزان‌تر می‌خرم، با یه قیمت بالاتر می‌فروشم و بازارم میتونه این کارو جواب میده برای من، یعنی دیمند یا تقاضا براش وجود داره. خب این میشه قسمت اول. اگه فرد در واقع ما توی پلن شماره یک میدونیم که فرد حتی یک وبسایت آنلاین هم بهش داده میشه، با این وبسایت آنلاین فرد میتونه تو کل دنیا هم بفروشه، یعنی فرد امروز تو هر کشوری که هست میتونه با داشتن اون وبسایت آنلاین که جنس بهش میده و این وبسایت از همه لحاظ مستقل هست، هیچ نیازی به هیچ کاری نداره، شما میتونه تو زندگیت هیچ وقت حتی یک بار بازش نکنی و نبینیش، کار خودش انجام میده، فقط آدرسشو بدونی کافی. آدرسش هم هست یوزرنیم شما .genesglobal.com، اینو به هر کسی هر جای دنیا بدید، اون فرد میره این وبسایت خریدش انجام میده، شما فقط پولش رو تو حسابتون دریافت میکنید، 30% از خرید این فرد رو شما تو حسابتون دریافت میکنید به عنوان کمیسیونی که جنس به شما میده، چون شما نماینده هستید. اما قسمت بعدی اینه که شما میتونید معرف افراد دیگه هم باشید، شاید دوستی دارید که اون هم به این کار علاقه‌منده، حتی میتونید نماینده جذب کنید، میتونید در واقع نیروی فروش ایجاد بکنید، یعنی به هر دیدی که اون فرد تو بیزنس سنتی داشته شما میتونید اینجا بهش پیشنهاد بدید و تصویر سازی بکنید. یکی از صحبتایی که همیشه من توی جنس گفتم و این حرف رو زدم اینه که این تجارت، این حرف خود من هست، اگه اشتباه بود بعداً به تخصیص گردن من بذارید، این که این تجارت با تجارت سنتیش فرقی نمیکنه، این پلن فقط یک پلن یا یک ورژن است که اروراش گرفته شده. شما تو بیزنس سنتی ارورهای زیادی دارید و این ارورها به این دلیل هست که اون بستر به شما این اجازه رو نمیده که مثلا از این ارور رد شید اصلاحش کنید، اون بستر وجود نداره. مثلا یکی از اون ارورهایی که خیلی ساده هست شما میتونید تو بیزنس سنتی ببینید، مثلا شما یه مشتری رو واسه رستورانی ببرید، اون رستوران جنسشو بفروشه و شما کمیسیون بگیرید، من برات مشتری بردم، این مشتری میره شما هم میرید، این مشتری میره و با چند نفر دیگه صحبت میکنه و ناخواسته یه سری مشتری میان اینجا و یه روز این شخص رستوراندار بیزنس خیلی خوبی رو اندازی میکنه، کی میدونه که شما تاثیر داشتید، کی میدونه که شما 100% در واقع دلیل این رونق هستید، شاید هیچ که ندونه، شاید اصلا این اطلاعات نون نباشه، این اطلاعات پوشیده باشه، اصلا هیچ کی ندونه، شاید هم طرف بدونه ولی بیشتری نداره، شما برید اونجا ببینید طرف مثلا به رونق خیلی خوب رسیده و شک کنید اصلا به این مشتری ها رو در بیارید، حتی در بیارید که این با اون مشتری اول شما رفته، چه سازوکاری وجود داره که از حق شما دفاع کنه؟ هیچ چیز. این یک اروری هست که توی ساختار تجارت سنتی وجود داره، ولی تو تجارت نتورک مارکتینگ یا بیزنسی که ما انجام میدیم این ارور به شکل کامل درست شده و این ارور رفت. بنابراین چیزی که اینجا وجود داره یک چیز خیلی، یک پلن خیلی متفاوت، یک دنیای دیگه، اصلا اون تجارت ها دیگه نیست، یه سری اصول جدید، اصلا اینا نیست، همونه، فقط توی بستر اینترنت تعریف شده، بستر اینترنت به شما اجازه میده که اون ارورها رو برطرف کنید. بنابراین هر کسی تو هر سیستمی که کار میکرده، هر جای این کره خاکی، تو هر صنف و در واقع بیزنسی که بوده، باید بدونه این همونه،
فقط هر اروری که اونجا هست دیگه اینجا نیست. و این برای خود من چه پیام مثبتی داره؟ اینکه تک تک افرادی که شاید ذهنیت دارن و با ذهنیت میان جلو، به اون افراد بگیم که همون کاری رو که سالها انجام دادی این همونه، صرفا این که روی موبایل انجام میدی نترسونت، برات ترس ایجاد نکنه که این حتما یه چیز دیگه است، این همون کاریه که تو سالها انجام دادی و هر روز بارها و بارها آرزو میکردی. اکاش مجبور نبودی این سختی این بیزنس رو تحمل کنی، اکاش مجبور نبودی ریسک این نوع تجارت رو تحمل کنی، ای کاش راهی بود که به این شکل از حق و حقوقت دفاع میکرد. همه اونها اینجا پاسخ داده شده و این اون چیزی هست که در واقع ما توی این پلن باید بتونیم انتقال بدیم. شما میتونید افراد دیگر رو نماینده کنید و اونها رو معرفی بکنید تو پلن شماره دو، اونها میان نماینده جنس میشن، شما تمامی مزایایی که خودتون دارید به اونها انتقال میدید و این خیلی قدرتمنده. شما بیزینسی دارید که نیاز نیست مزیت رو بپوشونید. تو سنت شما چیکار میکنید؟ شما یه مشتری سنگین اگه دارید و شما خودتون جنس از یه کارخونه تهیه میکنید، همش میترسید که نکنه این فرد شما دور بزنه بره با خود کارخونه صحبت بکنه و همه اون سود شما از بین بره. تازه اختلاف قیمت وجود داره، هزار تا ناکارآمدی تو تجارت سنتی وجود داره، ولی اینجا هیچ ناکارآمدی وجود نداره. شما خیلی ساده میرید با اون فرد صحبت میکنید، میگید من هر مزیتی که به عنوان یک نماینده دارم به شما میدم و البته من زینفم، ولی این زینفی نه روی عدد شما کشیده میشه نه چیز، شرکت از جیب خودش به من یک پاداش میده. تو پلن شماره دو شما زمانی که معرف افراد دیگه میشید و اونها رو دعوت میکنید به اینکه اونها هم نماینده بشن، اونها تمام مزیتی که شما دارید و دارن، به اضافه که یه مزیت هم بیشتر دارن که حمایت شما رو هم دارن. و خدمتتون عرض کنم که نکته دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که شما از جانب شرکت بابت اینکه یک نماینده معرفی کردید یک پاداش میگیرید. تو پلن شماره دو بسته به اینکه اون فردی که امروز پیوسته به خانواده جنس چه پکیجی رو خرید کرده، پکیج از $200 هست تا $1200، بسته به اینکه چه پکیجی رو خرید کرده یک پورسانتی یا یک پاداشی از $25 تا $250 هم به شما داده میشه به عنوان کسی که معرف یک نماینده جدید بوده و یک فرد جدید رو به خانواده جنس معرفی کرده. اما وارد تیم بیلدینگ میشیم. این دسته از افراد در واقع کسانی هستن که دنبال ساختن تیم هستن، ساختن سازمان هستن. اینها شاید اعتقاد به کار گروهی دارن، شاید که نه حتما، دوست دارن 50 نفر رو یه جا جمع بکنن و رهبری بکنن و بهشون پلن بدن، در واقع از این 50 نفر یه تیم بسازن، یک اسم بسازن، یک هویت بسازن، یک شرکت بسازن. ما تو تجارت سنتی هم این افراد داریم، این افراد معمولا میرن بیزنس خودشونو میزنن، شرکت خودشونو میزنن، 5 نفر استخدام میکنن، زنگ میزنن دوستاشون بیاد بریم این کارا رو بکنیم. اینجور افراد شما میتونید اینا رو توی تجارت سنتی پیدا بکنید. خب واسه این افراد اگه شما بگید تو خونتون هستید، مثلا شما میتونید جنسا رو بخرید تو خونه، دعوت کنید دوستانتون رو بیان و شما این جنسا رو بفروشید، شاید زیاد براشون انگیزه ایجاد نکنه. بنابراین شما باید بدونید که جنس برای همه اینها پاسخ داره. پاسخ این دسته از افراد، افرادی که دنبال ساختن یک تیم هستن و میخوان رهبری بکنن، میخوان درآمدهای زیاد داشته باشن، دنبال درآمدهایی هستن که خدمتتون عرض کنم که اکسپوننشال هست، توانی هست، نمایی هست، همیشه بیشتر میشه. اینا ویژگی در واقع کسانی هستن که توی دسته دوم هستن. پلن شماره 3 شرکت جنس میگه تیم بساز. شما تیم میسازی و این تیم رو سمت راست و سمت چپ میسازی. در واقع جنس تو پلن باینری به این شکل کار میکنه. اینم تجارت سنتی، بارها شاید توی وبینارهایی که تجارت سنتی رو قاطی در واقع پلن جنس کردم اینو گفتم. شما فرض کنید که یک مغازه دارید، یک اگه آرایشگر هستید دو تا شعبه دارید، اگه مغازه‌ای هست دارید که در واقع لباس میفروشید دو تا شعبه دارید، ما اینو داریم توی تجارت سنتی، و تو هر دو تا شعبتون فروش دارید و تو هر دو تا مغازتون نیرو دارید و تو هر دو تا مغازه حساب کتاب میکنید و استراتژی میچینید و اگه یکی از اون مغازه به مشکل بخوره بیشتر کمکش میکنید و اگه تو یکی از مغازه ضرر بکنید تو تجارتتون تاثیر میذاره. ببینید همه چیز اونجا هست، ولی توی بحث پلن 3 شرکت جنس که پلن باینری هست و یکی از قدرتمندترین تصویرهایی هست که روی زمین منباب بیزینس نوشته شده و این تصویر خلق شده تا الان، پلن باینری پلن فوق‌العاده قدرتمند و قشنگ و در واقع با یک فلسفه ذاتی قوی این هست که شما توی دو تا سازمان فعالیت‌هاتون رو تقسیم می‌کنید. این دقیقاً مشابه این است که شما دو تا شعبه می‌زنید از کارتون. بنابراین اینکه یه دست راست داری دست چپ حتماً یه چیز جدید نیست، این همون چیزی که شما تو دیزاین سنتی هم
دارید و توی هر دوتا مغازه شروع میکنید به فروش، تو هر دوتا تیمتون شروع میکنید به جذب افراد، جذب نماینده، فروش کمک میکنید اونجا شاید مشتری ایجاد بشه، رو سایتاشون اینا میفروشن. بنابراین شما دوتا دست، دوتا مجموعه، دوتا سمت، دوتا مغازه، هر چی که اسمشو بذاریم دارید و تو این دوتا مغازه کار میکنید. تو هر دوتا مغازه کارهای مستقیم میتونید انجام بدید، مثلا نماینده جذب کنید، یک نفر رو معرفی میکنید، یک پک میاد میخره و یک پورسانت میگیرید و نتایج تلاش خطی خودتون رو دارید میگیرید. تلاش خطی یعنی من 800 کار میکنم 800 بهم حقوق میدن، یه پکیج میفروشم یه پورسانت پکیج رو میگیرم. اینا میشه کارهای خطی، یعنی یه چیز رو انجام میدید، اگه انجام ندید هیچ درآمد ندارید. اگه اون کار انجام بدید یک عدد واحد تعریف شده ثابت وجود داره، اونجا شما اینو دریافت میکنید. اینا میشه خطی، پلن یک، پلن دو خطیه. شما تو پلن یک یه نفر رو معرفی میکنید، میاد رو سایتتون، یه محصول فینیتی میخره 38 دلار میاد تو حسابتون، دو تا فینیتی بخره 2 تا 38 دلار میاد تو حسابتون. یعنی هر چقدر کار بکنید همونقدر پول میگیرید. اگه مشتری نیاد هیچی نمیگیرید، اگه شما که چیزی نفروشید هیچی پول نمیگیرید. تو پلن شماره دو معرفی میکنید، یه نفر سمت راست معرفی میکنید، یه پک میخره 100 دلار پورسان میگیرید. سمت چپتون معرفی میکنید، 5 نفر معرفی میکنید، 5 تا 100 دلار میگیرید. بنابراین هر چقدر تو این دو تا مغازه کار بکنید خطی درآمد دارید. اما یه چیز دیگه هم اضافه میشه. پس ببینید شما دو تا مغازتون رو نه تنها دو تا مغازتون رو دارید با سود خیلی خوب، ببینید این واقعا قدرتمندی که شما میتونید کار سنتی رو تو یکی از این مغازهاتون انجام بدید، منظورم یکی از دستاتون ورودی بگیرید. شما وقتی ورودی میگیرید پورسانتی از 10 تا 20 درصد 25 درصد دارید میگیرید. تو پلن شماره دو طرف یه پکیج 200 دلار میگیره، شما 25 دلار میگیرید. الان 211 دلار از دبی خرید میشه، شما 25 دلار میگیرید، یعنی از 10 درصد بیشتر. اگه 1200 دلار بگیرید 250 دلار میگیرید، یعنی حدود 20 درصد و حتی بعضی وقتا میدونیم بیشتر. خب شما 10 تا 20 درصد دارید توی مثلا مغازه‌ای که شما لباس می‌فروشید یه جنسی رو می‌یارید، مارجین سودی دارید دیگه، تازه ضرر هم ممکنه بکنید، ولی اینجا دیگه فقط سودتون، سود تضمینی مثلا 10 تا 20 درصد بابت معرفی دارید. هر چقدر جنس بفروشید توی این دو تا مغازه بازم مینیمم 30 تا حتی 40 50 درصد سود دارید. شما کار سنتی رو قشنگ توی این دو تا گروه می‌تونید پیش ببرید، اما از اینجا به بعد هر چی هست اضافه بر سازمانه. و فکر کنید کسی که داره کار سنتی میکنه، اگه بهش بگن مثلا میگم شما دو تا شعبه دارید، تو این دو تا شعبه مثلا اینجا 10 میلیون سود کردی، اونجا 15 میلیون سود کردی، من میخوام یه 20 میلیون دیگه هم به شما بدم، میگه خب 20 میلیون از کجاست؟ یه اداره ای هست، اداره مربوط به مغازه‌داران، یه مغازه یه پولی میده اونجا، میخوام پلن باینری رو باز بکنم. ببینید دیگه اونا نیست، اصلا خنده داره تو تجارت سنتی. ولی شما تو اینجا دو تا مغازه رو دارید، کارتون رو میکنید، ولی پلن 3 دارید، پلن 4 دارید، پلن 5 دارید، پلن 6 دارید. چقدر یک فکر تجاری باید قوی تر از یک فکر تجاری دیگه باشه تا ما بدویم براش؟ و این اون چیزی است که وجود داره تو پلن جنس. حداقل تو پلن باینری جنس، پلن شماره 3، برای کسانی که سازمان میسازن، تیم میسازن، سمت راست سمت چپ شما میاد دو تا تیم میسازید، علاوه بر پورسانت هایی که تو پلن 1 و 2 دارید و همیشه اونا رو دارید میتونید بگیرید، جنس میگه بابت امتیازهایی که تو این دو تا سمت اتفاق میفته، هر خریدی که اونجا اتفاق میفته، هر جنسی که خرید فروش میشه یک امتیازی داره و این امتیازها برای شما مادام العمر ثبت میشه سمت راست سمت چپ شما. به ازای هر 300 امتیاز یک سمت و هر 600 امتیاز سمت دیگه شما 35 دلار هم میگیرید، جدا از تمام سودهایی که توی طرفینتون دارید. و این واقعا یک مسئله مهمه که شاید افراد اصلا شاید بهش توجه نکنن، شاید اینجوری بهش نگاه نکرده باشن. و شما میتونید حالا عددی رو داشته باشید اینجا که تو هیچ فرمولی تجارت سنتی ندارید، به اضافه اینکه تا 750 تا از این 35 را در هفته به شما میده. شما تلاشتون سمت راست جدا، تلاشتون سمت چپ جدا، حالا هر دوتا اینها ترکیبی دوباره یک پلن شماره 3 برای شما تعریف میکنه که شما قطعا حالا انگیزه دارید برای اینکه به پلن 3 قوی برسید به اون افراد کمک بکنید. چون مهم نیست که شما مستقیم امتیاز ایجاد کرده باشید یا اینکه افرادتون این امتیاز ایجاد کرده باشن، برای جنس فرق نمیکنه، برای شما روحیه کمک پیدا میکنید و افرادتون حتی کمک میکنید، چیزی که تجارت سنتی معمولا خیلی وقتا سود در مقابل اخلاقیات قرار میگیره و اینو همه میدونن. اما پلن 3 شگل جنس کوتاه، به ازای هر 300 امتیاز یک سمت، هر 600 امتیاز سمت دیگه شما 35 دلار میتونید پورسان بگیرید، 750 تا از این 35 دلار رو میتونید در هفته بگیرید، ماهیانه میشه 105000 دلار. شما تا 105000 دلار میتونید در ماه تو پلن 3 شگل جنس درآمد داشته باشید. یک پلن باینری هست و یکی از قوی ترین پلن های باینری ممکن. اما پلن شماره 4 شگل جنس،
شرکت جنس میگه سری افراد شما مستقیما تو این دو تا سمتتون معرفی کرده بودید، معرف اونهایید، شما اسپانسر اونهایید، اونها نسل یک شما مثل فرزندان شما میمونن. این افراد هر چقدر $35 توی جنس بگیرن، 20% هم ما به شما میدیم. اینو دیگه ما کجای بیزینس سنتی پیدا بکنیم؟ بنابراین شما انگیزه دارید که به افرادی رو که یه روزی دعوتشون کردید، تشویقشون کردید، بهشون گفتید بیا با هم کار بکنیم، بیا با هم بیزینس بزنیم، روزی که هیچ کس نبود و اون فرد زمانی که ثبت نام کرده فقط خودشه، هیچ سازمانی نداره، خب اون روز با هم شروع کردید به خاطر اینکه یک موفقیت خلق کردید از حضور خودتون و این شخص و از تلاش توامان خودتون هر دو نفر، شما یه سری پورسانت خلق کردید برای این فرد، کمکش کردید. تنهایی یک فرد نمیتونه این کارو کنه و بعد کمکش کرد. وقتی که اون فرد به این پورسانت رسید، شرکت جنس 20% از جیب خودش به شما میده و در واقع هر $35 که اون میگیره همزمان با اون $35 که اون فرد میگیره $7 هم شما میگیرید و این پلن 4 شرکت جنس رو شروع میکنه. 20% از درآمدی که درآمد $35 که افراد تو نسل یک شما میگیرن، مهم نیست چند تا باشن، شما هم میگیرید. اگه 1000 نفر دارید و هر 1000 نفر کمک میکنید، $35 در میارن، شما هم از هر $35 اینا $7 میگیرید. این عدد میتونه عدد خیلی خیلی قابل توجه باشه. قطعا بالاترین درآمد کسانی که بالاترین درآمد جنس دارن از همین 20% است. یک بار دیگه میگم، بالاترین درآمد یا عمده درآمد هر کسی که تو جنس خیلی زیاد پول میگیره از همین قسمت 20% بود که خدمتتون گفتم. افرادی که شاید 10-15 نفر وارد کردن و این 10-15 نفر هر کدوم 100,000 تا دارن میگیرن، حساب کنید $200,000-300,000 دارن از این پلن در میارن، از همین یک بندی که خدمتتون عرض کردم. اما فقط ماجرا اینجا تموم نمیشه. نسل دو شما، کسانی که توسط اون نسل یکی ها معرفی شدن، شما احمد رو معرفی کردید، احمد الهام رو معرفی کرده، الهام هر چی $35 بگیره، شما 15% از $35 این فرد رو هم میگید. حالا هر چند نفر که شما تو نسل دوتون دارید، شما این درآمد رو، درآمد 15% دارید، همچنین 10% از درآمد $35 نسل سهتون و 5% از درآمد $35 نسل 4 5 6 و 7 تون. یعنی 7 نسل بعد از شما اگر کسی پیدا شد تو این تجارت موفق بود، شما زینفید. اما پلن شماره 5 خیلی ساده، اون 20% که از نسل 1 میگرفتید میتونید تا 30% اضافه بکنید. پلن 6 شرکت جنس شما رو وارد یک دسته جدید مخاطبان میکنه، افرادی که واقعا دنبال شاید هویتشون هستن توی نتورک مارکتینگ. اینا آرزوهای عجیب غریب دارن، شاید لایف استایل یک رهبر رو دوست دارن و البته پول هم اونجا خواهد بود، ولی یه فضای یه مقدار متفاوت تریه، لایف استایل بیشتر بگیم. سفرهای فوق العاده جنس تو این پلن هست. شما زمانی که امرالد میشید، در واقع یک سفر یک هفته‌ای، و این سفر یک کلمه فقط نیست دوستان، سفرهای جنس سفرهایی که توی تاریخ نبوده، واقعا نبوده، میتونید چک بکنید جاهایی که جنس اومده کلا ریزرو کرده، تو تاریخ شرکت دیگه نتونسته این کارو بکنه. یا حجم مثلا پارسال بوده 20,000 نفر توی جنس به مسافرت رفتن. شما کجا میبینید همچین چیزی رو؟ جنس لایف استایلش هستین و شما وقتی میاید تو این فضا، یا اگه جزء مخاطبینی هستید که این براتون مهمه، هستن افرادی که دنبال هیجان هستن، دنبال تجربه های اینچنینی هستن، دنبال لایف استایل هستن، شما توی جنس لایف استایل دارید. یه نفر یه مغازه میزنه، این مغازه چقدر لایف استایل خلق میکنه؟ قطعا لایف استایل یک صاحب نمایشگاه ماشین رو شاید نداره، یا لایف استایل یک رئیس یک شرکت چند میلیون دلاری رو نداره، یا لایف استایل یک هنرمند یا یک نویسنده رو نداره. لایف استایل با هم فرق میکنن این آدم ها، خودتون میدونید. شاید یه نفری که یه مغازه مثلا این مغازه خیلی کوچیک خاربار فروشی داره، اینکه با کت شلوار کروات بره توی مغازه و این کار انجام بده، نه اینکه بگیم حالا برحال عجیبه دیگه و این لایف استایل با هم نمیخونه. و افرادی هستن که دنبال لایف استایل هستن و جنس یا پلن جنس یا این نوع بیزینس، هر لایف استایلی که شما تو ذهنتون داشته باشید براش پاسخ هست. شما میتونید از همون ابتدای کارتون برای معرفی بیزینستون، چون یک بیزینس میلیون دلاری دارید معرفی میکنید، میتونید پوشش که دوست دارید داشته باشید. میتونید هم پوششی که خیلی ساده است و دوست دارید داشته باشید. چند شب پیش توی استوری آقای کلوین بسرا ما دیدیم که با کت شلوار، با کت در واقع پشت سیستم داشتن صحبت میکردن و وقتی بلند شدن لباس در واقع دیگه پایین کت فقط یک لباس خیلی معمولی خونگی بود. و ببینید که چه فلکسیبیلیتی و چه انعطافی تو این تجارت هست. و اینها مثال هایی هست که خبر از یک مسئله بزرگتر میده.
نه اینکه اون صرفا منظورمون باشه. شما چه انعطافی تو این تجارت دارید که یک لایف استایل دلخواه هر جوری که دوست دارید میتونید این بیزنس خلق بکنید و پلن شش شش جنس شما سفرهای فوق العاده جنس رو دارید و اینکه عضو استخر دایموندی جنس میشید، شما مادام العمر جزء سهامدارای فروش جنس روی این کره خاکی خواهید بود و نسل بعد از خودتون میتونن به این برسن. شما یه همچین فضایی رو دارید خلق میکنید، شمایی که تو این جلسه هستید، شمایی که تو جنس دارید کار میکنید، اون کاری که دارید میکنید فروش جنس نیست، اون کاری که دارید میکنید ورودی گرفتن و سایکل زدن نیست، شما واقعا دارید یک داستان خلق میکنید، یک داستان و یک واقعه دارید خلق میکنید که این ارزش رو داره که بعد هم راجع بهش کتاب نوشته بشه. شما دارید برای خودتون و نسل بعد از خودتون دارید یک داستان خلق میکنید. به خاطر همین نیاز هست که بیشتر از هر چیزی بند این در واقع مطالبمون رو جدی بگیریم. همونطوری که یه ساندویجی میره توی مغازش دستمالو برمی‌داره و تمیز میکنه و شیشه ها رو تمیز میکنه و یخچال رو تمیز میکنه و براش مهمه که کوچکترین نقطه اونجا نباشه، من و شما که این تجارت رو انجام میدیم باید بدونیم که هر روز باید ذهنمون و این نوع نگرشمون و کارهایی که میکنیم و نگاهی که به تجارتمون داریم جدی بگیریم. ما تجارتی که داریم میکنیم یه همچین تجارتی هست، میتونیم لایف استایل خلق بکنیم، میتونیم هدف تیک بزنیم، میتونیم زندگی ها رو عوض بکنیم مثل اتفاقی که تمام افتاده. به خاطر همین جدا از بحثای کاری، جدا از اطلاعاتی که نسبت به محصول، به پلن و نوع استراتژی که تو این کار داریم نیاز داریم یاد بگیریم، یک ذهنیت صحیح، یک ذهنیت قدرتمند که در اون حدی که یک همون ساندویچی اون همه انگیزه داره، اون همه تلاش داره که اونجا خوب تمیز به نظر بیاد، همونو ما از اون جنس باید تو ذهنمون داشته باشیم که به کارمون و به سیستممون اهمیت بدیم، احترام بذاریم و بند این صحبت‌ها و مطالبی که هست رو با جدیت هرچه تمام‌تر ببریم جلو، چون این همه اون کار ما تو همین چیزا هست و این کار ما هست. این چیزی هست که شاید زمان، شاید 20 سال 30 سال دیگه بگذره، افراد نسبت به تجارتشون یه دید دیگه دارن، مثل زمانهایی که شاید من توی کتاب خوندم که زمانی که کارهای وکالت توی دنیا تازه ایجاد شده بود. فکر کنید اولین بار یک کلمه ای میاد به نام وکیل و یک وکیلی هست که حالا باید بهش پول بدید، میاد مثلا برای شما دفاع میکنه. همین تصویرهای ضعیف نسبت به اون شغل بود و اون اصلا شغل نبود و اصلا جدی گرفته نمیشد، ولی الان وکلا رو ببینید چه خبره، چه عالمی دارن برای خودشون، چه داستانایی که ندارن و همه چیز جدی شده، تصویر کاملا مشخص شده. بیزینس ما، تجارت ما، این صفحه که امروز داریم توضیح میدیم و خط خط چیزی که داریم میگیم، مطمئن باشید در سایه زمان حقیقت خودش رو پیدا خواهد کرد و شرایطی که دنیا داره پیش میره هر روز و هر روز این رو داره مستحکم‌تر میکنه. بنابراین ما به عنوان کسانی که تو این صنعت هستیم هر چه بیشتر واقف باشیم به این مسئله. استخر دایموندی جنس 3% از فروش جهانی شرکت جنس توی یک استخری واریز میشه و این بین افرادی که دایموند شدن توی جنس تقسیم میشه، دایموند و به بالا، تمام افرادی که به لول 10 از 15 تا لول شرکت جنس میرسن در واقع سهم دارن، از هر $1,000 $30 فروش جنس همیشه توی استخر جمع میشه و بین اینا تقسیم میشه. چه افتخار بزرگیه که بتونیم این رو توی در واقع لیست کارهایی که انجام دادیم تو زندگیمون این رو هم اضافه کنیم. اما رنگ‌های شرکت جنس 15 تا رنگ وجود داره. رنگ اول اسوسییت زمانی است که شما یک جایگاه می‌زنید و بابت جایگاه توی جنس $31.45 باید پرداخت بشه. این ماه و ماه بعد، یعنی ماه مارچ یه مقدارش مونده، ماه اپریل همچنین، تو کل این دوتا ماه که از این ماه زیاد نمونده، شما به جای $31.45 فقط $1 پرداخت خواهید کرد، به شرطی که همونجا پکیجتون رو خرید بکنید و این آفری هست که جنس قرار داده. اما زمانی که 100 امتیاز خرید میکنید توی جایگاهتون، شما میشید دیستریبیوتر رنگ شماره 2. رنگ شماره 3 زمانی است که یه دیستریبیوتر سمت راست، دیستریبیوتر سمت چپ معرفی میکنید، میشید اکزیکیتیو، یکی از پایین‌ترین رنگ‌های شرکت جنس. در واقع شما تا رنگ 7 و 8 رو شما با همین اکزیکیتیو میتونید بسازید. یعنی جنس زمانی که شما وارد شدید، یک پکیج خریدید، فقط از شما یه چیز میخواد. شما در هر قدمی که برمی‌دارید مشخصه باید چیکار بکنید. اگه دیستریبیوتر شدید، حالا باید 2 نفر دیستریبیوتر سمت راست و سمت چپ ایجاد بکنید و اکزیکیتیو بشید. زمانی که اکزیکیتیو شدید، باید کمک کنید به اونها اکزیکیتیو بشن. و هر چقدر میتونید اکزیکیتیو بسازید، هر چقدر میتونید به افراد کمک کنید تا اکزیکیتیو بشن، این کار شما هست. تا زمان سفیری فقط کمک میکنید به افراد که اکزیکیتیو بشن و یا اکزیکیتیو هایی که میسازن رو بهشون یاد بدن چجوری اکزیکیتیو بسازن و این میشه کار ما. بنابراین رنگ اکزیکیتیو رنگ بسیار مهمی هست و تعریفش اینه: 1 نفر سمت راست،
یک نفر سمت چپ شما میگیرید. اما جید زمانی است که 4 تا اکزیکیتیو مستقیم دارید، حتما یکیشون باید سمتتون باشه. میتونید 8 نفر رو در واقع مستقیم بگیرید که اکزیکیتیو هم نشدن، 8 تا دیستریبیوتور باشن، ولی حتما باید 3 تاشون سمتتون باشن، شما میشید جید. پرل به همین شکل فقط تعداد فرق میکنه، 8 تا اکزیکیتیو مستقیم که 2 تاش حتما سمتتون هستن، یا 12 تا دیستریبیوتور مستقیم دارید که حتما 3 تاشون سمتتون هستن. سفیر اکزیکیتیو یا سفار اکزیکیتیو زمانی هست که شما 12 تا اکزیکیتیو مستقیم دارید. شما 12 نفر مستقیم وارد کردید، کمکشون کردید که اینها یک و یک بزنن و اکزیکیتیو بشن. شرط 3 تا سمت برقراره. اما از سفیری به بعد وارد دنیای جدیدی میشیم و این دنیای جدید در واقع یک اصل مهم داره. چقدر شما میتونید تکثیر بکنید، چقدر تو سازمانتون، رهبریتون و کمکتون، از نتیجه رهبری و کمکتون چقدر تونسته تکثیر خلق بکنه. و تکثیر دقیقاً مساوی سایکل هست، یعنی میتونیم سایکلمون رو بشمریم ببینیم چقدر تکثیر داشتیم، یا تکثیر رو میخوایم بدونیم. اگه فکر کنیم خیلی تکثیر داریم پس خیلی سایکل بد داشته باشیم. تکثیر اون چیزی هست که از سفیری به بعد همه ما باید یاد بگیریم که اینو بسازیم. و تکثیر بحث رفتار هست، نگرش هست، استراتژی هست، تلاش هست. اینها هست که اگه تکثیر بشه و شده باشه و اصلا باشه که بخواد تکثیر بشه، اونجا شما سایکل میتونید ببینید. برای همین نتورک مارکتینگ که بر مبنای کلمه تکثیر هست، از سفیری به بعد شما رو امتحان میکنه تا ببینه چند تا سایکل میزنید یا چقدر تکثیر میتونید بکنید. اگه 25 سایکل بزنید میشه سفیر 25، 50 تا میشه سفیر 50، و اگه 100 تا سایکل در یک ماه بزنید میشه سفیر الیت، که در واقع رنگ سفیر الیت. اما رنگ‌های دایرکتوری: روبی 200 سایکل، امرالد 500 تا سایکل و دایموند 1000 تا سایکل. البته سه شرط دیگه هم اینجا هست که شما باید تعداد لگ هایی داشته باشید. و منظور از تعداد لگ یعنی شما یک نفر رو که دعوتش میکنید به کار و معرفیش میکنید، این میشه یک لگ شما. و شما باید در زمانی که در واقع همزمان با اینکه سایکل میزنید، باید تعداد لگ های بیشتری رو هم ایجاد بکنید. به عنوان مثال زمانی که روبی میشید، شما باید 2 تا لاین لگ داشته باشید. 2 تا لاین لگ یعنی یه نفر وارد، 2 تا لاین اسپان سفیری یعنی 2 تا نفر وارد مثلا کرده باشید و این 2 نفر خودشون یا یه نفر توی تیمشون حتما به لول سفیری رسیده باشه. کافیه که برای اینکه یک لگ سفیری خلق بشه، کافیه یک نفر توی یکی از این سازمان شما که مستقیم به خودتون وصله سفیر شده باشه. فرق نمیکنه کی، کافیه یک نفر سفیر شده باشه، اون لگ کلش میشه لگ سفیری. حالا اگه 20 تا سفیر دیگه هم تولید بشه زیاد مهم نیست و اون یه لگ سفیری حساب میشه، 2 تا لگ نمیشه. شما باید یه نفر مستقیم دیگه داشته باشید، اونم سفیر شده باشه، تازه لگ سفیریتون میشه 2 تا. بنابراین زمان روبی همزمان با تعداد سایکل ها، مثلا 200 سایکل تو روبی، شما باید تعداد لگای سفیریتون هم ببرید بالا. توی امرالد تعداد لگای سفیریتون باید 4 تا باشه، توی دایموند باید 6 تا باشه و این در واقع میشه شرط دایموندی. اما دابل دایموند، شما 2 تا لگ دایموندی باید داشته باشید. دقیقاً به جای کلمه سفیر میتونید کلمه دایموند بذارید و تعریف لگ دایموندی رو داشته باشید. نکته ای که فقط وجود داره، این دایموند های شما باید تو 7 لول اولتون باشه. بنابراین خیلی خیلی انگیزه داشته باشیم به افراد مجموعه افراد بالامون کمک بکنیم تا سود بکنن و رنگ بگیرن و رشد بکنن و دایموند بشن. و 2 تا لاین دایموندی میخواید و 1500 تا سایکل. فاصله بین دایموندی تا دابل دایموندی نباید کار سختی باشه. اما تریپل دایموند دایرکتور، وارد یک فضای جدید میشیم. دیگه بحث سایکل نیست، البته بحث تعداد لاین های دایموندی هست. 4 تا لاین دایموندی میخواید و اون دایموندها باید تو هفته اولتون باشن. حجم خرید تو تیمتون میخواید 2 میلیون سی وی باید حجم خریدتون باشه، با شرط 500000 تا ماکسیمم از یه لاین. نکته بعدی، 10000 نفر رو روی اسمارت دلیوری می‌خواید. دوستان اسمارت دلیوری یعنی خرید ماهیانه 60 امتیازی به شکل اتوماتیک. و بعد 2 ماه این کارو تکرار بکنید تا تریپل دایموند بشید. یعنی این ماه انجام میدید این کارو، هیچ اتفاقی نمی‌افته، ماه دوم دوباره تکرار می‌کنید و شما رنگ تریپل دایموند می‌گیرید. از جمله مزیت‌های رنگ تریپل دایموند اینه که چک 100000 دلاری هم شرکت به شما میده. تعداد 4-5 نفر رو ما الان توی دنیا تریپل دایموند جنس داریم، 50-60 نفر رو دابل دایموند داریم و این نشون میده که دابل دایموند شدن کار سختی نیست. اما تریپل دایموند شدن کار سختیه. برای همین 4-5 تا یو از مثلا 50-60 تا میاد رو 4-5 تا. اما پرزیدنشال دایموند دایرکتور، شما 6 لاین دایموندی میخواید، دوباره دایموندا باید تو هفته اولتون باشن، 3 میلیون سی وی حجم خرید کلی تیمتون باشه، 500000 تا ماکسیمم از یه لاین،
15000 نفر روی اسمارت دلیوری نیاز دارید و 3 ماه متوالی باید این کارو بکنید. شاید این رنک دلیل اینکه یک نفر فقط تو دنیا رنک رو کسب کرده به خاطر اینکه رنک سخته. اما امپریال دایموند دایرکتور، البته 2 نفر اون رنک رو گرفته بودن که یکیشون به رنک امپریال در واقع رسیده و خدمتتون عرض کنم 1 نفر توی دنیا امپریال داریم و 1 نفر هم رنگ پرزیدنشال. خانم کیم هو در واقع پرزیدنشال هستن و آقای جیسون کرمنس امپریال هستن و رنگ بعدی که کراون هست فعلا کسی رو نداریم. امیدوارم که شما هستید. اما رنگ امپریال 8 لاین خدمتتون عرض کنم دایموندی میخواید و 4 میلیون سی وی، دوباره شرط 500000 تا ماکسیمم از لاین برقراره و 20000 نفر روی اتوشیپ نیاز دارید. 3 ماه متوالی بعد این کارو بکنید. چک 500000 تا هدیه میده شرکت اینجا زمانی که این رنگ رو میگیرید و توی پرزیدنشال هم چک 250000 دلاری توی تصویرتون ببینید دوستان. کراون زمانی است که شما 10 لاین دایموندی میسازید، 5 میلیون حجم سی وی دارید و با شرط 500000 تا در هر لاین ماکسیمم 25000 نفر روی در واقع اتوشیپ دارید و این کارو 6 ماه متوالی بعد انجام بدید. شاید کسانی که برای اینجا از الان میخوان برنامه‌ریزی بکنن که نیاز هست تعداد لاین های زیادی داشته باشید. سعی کنید همیشه در حال ورودی گرفتن باشید و این نکته ای هست که شاید 90% نتورک مارکتینگ اینی که همیشه در حال ورودی گرفتن باشید. خب و زمانی که کرام هستید خب چک 1 میلیون دلار میگیرید. اما آخرین بخش صحبت های امروزمون دوستان که راجع به نوع سی وی هایی هست که توی سیستم هست و این مهم هست، خصوصا بحث فاوندر رو داریم بچه‌ها. بحث فاوندر که طی این چند روز شروع شده و تا پایان ماه بعد وجود داره، یکی از قطعا در آینده وقتی برگردیم به این روزا همه صحبت اینجوری خواهد بود که یه روزی اون موقع فاوندر میداد شرکت جنس، فاوندر میداد شرکت جنس و ما پک فاوندر گرفتیم و سازمانمون هم به خاطر اینکه اون زمانا پک فاوندر میداد شرکت جنس، سازمانمون هم پک فاوندر گرفت و برای همینه که این بچه‌هایی که الان تو سازمان من همه فاوندر هستن. شاید این مکالمه باشه که زمانی خواهیم گفت، اما توی پک فاوندر یه نکته رو باید بدونیم دوستان. تمامی آفرهای جنس، پروموشن‌های جنس، اینجوری بگم تمامی پروموشن‌های جنس بدون دونستن این جدول، این دایره‌هایی که اینجا می‌بینید، تقریبا غیر ممکن هست که شما بخواید تسلط داشته باشید رو پروموشن جنس ولی این جدول رو ندونید. این جدول رو باید حتما بدونید چون خیلی مهمه. نوع امتیازهایی که تو پروموشن‌ها شرکت جنس میخواد، نوع اون امتیازها به ما این رو، این پیام رو میده که بریم نوع امتیازهایی که وجود داره رو یاد بگیریم، ببینیم چند نوع امتیاز وجود داره. هر محصولی که تو جنس شما خریداری میکنید یا هر پکیجی که خریداری میکنید یک امتیاز بهش دادن. اون امتیاز میشه CV. CV مخفف commissionable volume. اینجا وسط نگاه کنید نوشته commissionable volume CV، مخفف commissionable volume CV، product value، ارزش یک محصول. جدا از اینکه یک محصول قیمتی داره، یک سی وی هم داره، یک امتیازی هم داره و خب پایه و ریشه همه اون امتیازهایی است که سمت چپ راست ما ثبت میشه و سایکل میزنیم و بنابراین امتیاز تو همه ساختارهای نتورک مارکتینگ وجود داره. اسمهای متفاوت داره ولی همه جا امتیاز وجود داره. اما تمامی اون خریدهایی که گفتیم هر محصولی، هر پروداکتی امتیاز داره. حالا اگه اون پروداکت یا محصول مستقیم خودتون خریده باشید یا یه نفر رو ورودی کرده باشید، بازم شما مستقیما این فرد رو واردش کردید که اون یه محصولی خریده باشه، اینا همه میشه جزء دسته پی وی شما. پی وی یعنی پرسونال والیوم. خب اول پس تعریف سی وی رو فهمیدیم، امتیاز یک کلمه کلی سی وی، اما امتیاز به چند دسته تقسیم میشه؟ پی وی، پی جی وی و جی وی. 3 دسته داریم اینجا که الان اینو داریم توضیح میدیم. دایره پرسونال والیوم یعنی حجم شخصی، امتیاز شخصی. خب طبیعتاً خریدی که شما میدید تو اکانت خودتون 60 امتیاز خرید میکنید، 100 امتیاز خرید میکنید، 500 امتیاز پک امباسادور همون ابتدا میخرید، همه اینا میشه پرسونال والیوم شما یا پی وی شما. این ماه دو تا ورودی میگیرید، هر کدوم یه پک 300 امتیازی خریدن، 600 تا پی وی دارید شما. خب حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که کسانی که فاوندر میخوان بشن، فاوندر که شما میشید میدونید که تو استخر 2% جنس سهیم میشید. جنس هر سال میاد 2% از هر پولی که از مردم گرفته تو کل جهان میریزه روی میز و میگه اینا میخوام بدم به تمام کسانی که لقب فاوندر دارن. حالا نکته که وجود داره اینه که به عنوان مثال پارسال فرض میکنیم 1 میلیارد دلار، 1.90 1.100 میلیون 1 میلیارد و 100 میلیون دلار فروش جنس بوده،
فرض کنیم 1 میلیارد بگیریم، 2% میشه 20 میلیون دلار. جنس 20 میلیون دلار داره میخواد بده به هر کی که فاوندره. میاد نگاه میکنه میگه اوکی همه شما فاوندرها یکی یه سهم دارید. تا اینجا اوکی. اما یه عده هستن اونجا که خیلی بیشتر تو این فروش جنس تلاش کردن. مثلا فرض کنید من وارد شدم، 2 ورودی گرفتم. این کل کاری بوده که به عنوان یه فاوندر مثلا من انجام دادم. 2 ورودی مثلا. میدونید شرایط داره فاوندر که خب بیشتر از 2 ورودی ایناست، ولی به عنوان مثال. فقط میخوام بدونید چرا توی استخر فاوندر باز هم سهام بندی داریم. یک نفر هست 20 ورودی گرفته و یه عالمه محصول فروخته. بنابراین محصول همه رو خریده و فروخته. یه نفرم هست فقط اومده 2 ورودی گرفته. جفت این دو نفرم اومدن پک فاوندر خریدن. یا فرض می‌کنیم شرط فاوندر دارن. خب جنس وقتی این دو نفر تو استخرن، آیا به نظرتون این 20 میلیون دلار رو بعد بین همه اینا یکسان تقسیم بکنن؟ خیر. چون فردی که اومده 20 تا 30 تا ورودی گرفته، نزدیک چند هزار دلار محصولش به صورت شخصی فروخته و همینا تو اکانت خودش خریده، این فرد تلاش بیشتری توی حجم فروش جنس داشته، بنابراین سهم بیشتری باید داشته باشه به عنوان یک فاوندر. بنابراین جنس میگه آقا کسانی که پیوی بیشتری دارن، کسانی که پیوی بیشتری دارن، من اینو به شکل خلاصه میگم وارد جزئیات نمیشم، اینها سهمشون توی صخر فاوندری بیشتره و معلومه چرا بیشتره، چون اینا بیشتر تو حجم به عنوان یک شخص بیشتر فروختن نسبت به کسی که نمیفروشه، پیوی نداره. ممکنه پی جی وی طرف داشته باشه ها، پی وی نداره و شرکت میگه من میام تو این امتیازا نگاه میکنم کسایی که پی وی بیشتری دارن، یعنی به شکل به شخصا دخالت بیشتری تو فروش، تو فروش محصول جنس من داشتن توی دنیا، من به اونا بیشتر امتیاز میدم. دیگه قشنگتر از این پلن وجود نداره. و اینجا هم نوشته کاستمر اند پرسونال، شما چه ورودی رو شخصی بگیرید چه به عنوان مشتری روی سایتتون داشته باشید. بعد بنابراین بحث فاوندر یه قدم بازترش کردیم، امیدوارم که حتی قبلا اینو گفته بودیم ولی این جلسه اینو سعی کردم بیشتر بازش بکنم چون مصادف هستیم با یوم الله پک فاوندر. اما پرسونال گروپ والیوم پی جی وی بسیار بسیار مهم هست و خب طبیعتاً توی پی جی وی که مخفف پرسونال گروپ والیوم هست، تمام پی وی های شما هست، هرچی خودتون بخرید رو سایتتون سفارش بدید یا ورودی بگیرید، نه همه جز پی جی وی هست. ولی یه ورودی گرفتید، ورودیتون ورودی گرفته، طبیعتاً این پی وی شما نمیشه ولی پی جی وی شما میشه، جز امتیازی هست که تو گروه شما بوده. و اگه دقت کنید توی پروموشن جی پی اس ما با پی جی وی سر کار داریم و شرکت میگه اوکی من از شما 10,000 امتیاز میخوام و رنگ سفیری تا به شما مثلا 2,000 دلار جایزه بدم، پی جی وی تون رو میخواد. اما گروپ والیوم آخرین دست از امتیازها، کل سازمانی که زیر دستتون وجود داره، اگه دقت کنید اینجا زده پی وی، خب طبیعتاً توشه، پی جی وی هم تون حساب میشه. اما اسپیل اوور، اسپیل اوور زمانی است که بالاسری شما یه ورودی میذاره توی سازمان شما، این مستقیم فرزند اون شخصه، یعنی ورودی اون شخصه، در واقع پی وی اون شخصه، پی جی وی اون شخصه، ولی جی وی شما میشه. بنابراین اگه یک نفری اومد توی دست شما مجموعه گذاشت، ما توی جنس اینو زیاد داریم، دوستان میان و سمت راست و چپ بیشتر، یه راست داریم یه چپ، بنابراین بالاتر از 2 ورودی وقتی میگیریم حتما میفته زیر دست بقیه و این یکی از در واقع پوینت های ماجیک شرکت جنس هست، بخواید و نخواید شما به هم دیگه کمک میکنید. و این اتفاق که میفته، حالا فرض کن بالا سری من یه نفر گذاشته تو تیم من، این آیا پی وی من حساب میشه؟ خیر، چون پی وی خرید من هست و ورودی من. پی جی وی من آیا حساب میشه؟ نه، چون که پی جی وی یعنی خرید من، خرید دایرکتام و یا خرید تیم من، خرید اونها، ورودی اونها. و جی وی من ولی حساب میشه، چرا؟ چون که توی داونلاین منه، تو مجموعه منه، امتیازش بنابراین برای من توی سایکل حساب میشه. و تقریبا تو هیچ پروموشنی ما نقش از اسپیل اوور نداریم مگر توی بحث سایکل، که حالا اگه توی سایکل میتونه کمک بکنه. بنابراین تسلط ما روی بحث خدمتتون عرض کنم این امتیازا و این تعاریف میتونه خیلی کمک کنه به فهم بهتر پروموشن اجنس. امیدوارم که این جلسه هم در واقع دوستان استفاده کرده باشن و تا جلسه بعد که در مورد محصول صحبت خواهیم کرد، فردا شب راجع به ویدیو بعدی آقای امزداک صحبت خواهیم کرد، تا اون جلسه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.